ادامه توضیح و تفسیر کتاب خوات الواوات و ضعف قلوب باب توکل آغاز فصل پنجم اول هفرش بین بوتخ الها الهیم و زولاتو به اینیان هیت اسکو به سیبوت هترف. نویسنده میگن که فرق بین شخصی که توکل به خدا میکنه و شخصی که توکل به غیر از خدا میکنه به اینیان هیت اسکو به سیبوت هترف، این نمایان میشه توی سعی و کوششش. برای اینکه کسی که توکلش به خداه و ایمانش اینه که آخر اون رزق و روزی که خدا تعیین کرده، برکتی که خدا تعیین کرده، اون حکم خدا اجرا خواهد شد، چه من اینطوری سعی بکنم یا اونطوری سعی بکنم، این فعالیت رو بکنم یا یه فعالیت دیگه ای را بکنم، آخر اون چیزی که خدا گفته و باید به دست من برسه میرسه، با اینی که من باید سعی و کوشش خودم را بکنم، نمیتونم بشینم هیچ کاری نکنم و بگم خدا پس بفرسته، نه، ولی باید بدونم که سعی و کوشش من نیست که اون برکت یا اون رزق و روزی ها میاره، اون حکم خداست. اینی هم که من باید سعی و کوشش بکنم برای اینکه اینم دستور خداست، ولی مسبب برکت و رزق و روزی سعی و کوشش من نیست، حکم الهیه. نه هوش منه، نه تلاش منه، همش اذن الهیه. ولی کسی که اتکاش توکلش به خدا نیست، اتکاش به هوششه، به سعی و کوشششه، به مشتریشه، به این مسائله، بین این و بین اون، یعنی به کسی که توکلش به خداه، نویسنده میگه فرقهای زیادی هست. که ابوتخ به الهیم یبادر مزولت ابوتخ علاو به شیوعا اینیانیم. برای این که کسی که اتکا و توکلش به خداه، حتی در کسب و کار، تو هفت موضوع فرق داره با شخص دیگری که اونم سعی و کوشش میکنه ولی توکلش به خدا نیست. اخاد مهم، یکی از این هفت موضوع که ابوتخ به الهیم رتسه به دینو به خل اینیاناف، کسی که توکلش به خدا، راضیه از حکم خدا تو همه امورش، یعنی هر حکمی که خدا بکنه آخری آدم راضیه. اون مدل و علتوا و الهراء، و از خدا تشکر میکنه چه برای خوبی ها چه برای مسائلی که به ظاهر منفی هن. چه برای کمی و کسری از خدا متشکره، چه برای هر چیزی که خدا میده. که مش آمر، همونطور که ایوب یا ایوب گفت، ادونای ناتان و ادونای لکاخ، خدا داد و خدا گرفت. یهیش مدونای مبارخ، پس نام خداوند متبارک باشد، یعنی هم برای دادنش هم برای ندادنش. و که ماش کاتوف خسد و میشپات آشیرا، همونطوری که تو آیه گفته شده، داوید ملک میگه من میسرایم مدح و ستایش خدا را، چه برای احسان خدا چه برای حکم و غضب خدا. به امرو ربوتن و زیخرونام ریبراخا، روی همین آیه عالمان ما در تلمود میگن ایم خسد آشیرا، یعنی اگه خدا احسان بکنه نوکرشم، مت و ستایششم، میگم می سرایم مت و ستایش خدا را. و ایم میشبات، و اگه خدا خدای نکرده غضب بکنه آشیرا، اون موقع هم می سرایم و ازش تشکر میکنم.
ربی تولدو تهرون، نه این معاصر پدر این دوتا برادر، الان دوتا ربی شدن، رب 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 میتخاک کن، یعنی داماد رب ارون رات، داماد شمر امونیم، داماد تلت کدش که جانشینش شد. اون یه پسر داره که هنوز پسر زنده است، زنده باشه ایشالا، یکی از پسراش فکر کنم یا 15 سال یا 16 سال بچه دار نمی شده، خودش و همسرش. بعد از 15 یا 16 سال خدا بهشون فکر کنم یکی دوتا بچه میده. اخیراً هم اینطور شده، ممکنه 10 سال پیش اینطور. بعد این زن و شوهر برای 15 سال یا هر سالی بوده یا 16 سال هر روز یه برنامه‌ای داشتن، میشستن و از خدا تشکر میکردن که خدایا ازت ممنونیم که به ما بچه ندادی، حتما صلاح اینطور بوده. و امرو خیاب آدم لبارخ الهراعا که شمش مبارخ الاتوبا، و گفتند عالمان ما که انسان موظفه که خدا را برکت بگه بر بدیها، یعنی اگه یه خبر بدی بشنوه، لا علینو لا علیکم بلا نسبت، همون طوری که همون خبر خوش را میشنوه. بعد توی تلمود گفته شده با همون شادی. این داستانه که میگم ماره هزار سال پیش نی، داستان اولیه که گفتم ماره همین دوره ما. یه داستان دیگه هم که همین اخیرن شده، هلوهوش تیشا به آف، لا علینو لا علیکم، یک خانواده با چند تا بچه کوچیک و بزرگ توی ماشین بودن و تصادف میکنن و متاسفانه مادر بچه ها و مادر خونه از بین میره و همه اونایی هم که تو ماشین بودن برای مدت زیادی بیمارستان بودن، تا حدی که نمیتونستن حتی تشییع جنازه مادره هم برن یا همسره برن، نمیدونم رفت یا نرفت همسرش، اونا من نشنیدم، ولی حالش به این حد بد بود خود شوهرش. بعد پدر این زنی که از بین رفت، من میشناسمش کیه، آدم بسیار عالمیه، قبل از تشییع جنازه دخترش همه بچه ها و نوه ها و برادر ها و خواهر ها و اینها را جمع میکنه، تازه همسر خودشم که زنده هست اونم آلزایمر داره، اونم جوون. بعد این آدم همه را جمع میکنه، قوانین عزاداری ها برای بچه هاش یکی یکی تشریح میکنه، بعد اینم میگه، میگه الان که باید براخای دیان ها امت را همه بگید، توی تلمود گفته شده که باید همون طور بگید که یه خبر خوشحال کننده شنیدید. بحث نویسنده اینه که وقتی که آدم متکیه به خداه، یعنی اعتماد کرده به خدا، اعتماد کرده به درایت خدا، به عدالت خدا، به درک خدا، و میدونه که خدا بهتر میدونه چی خوبه چی بده، انسان نیست که بتونه درک کنه چی خوبه چی بده، و هر کاری هم که خدا میکنه درسته، این یه احساس اعتماده. پس اگه خدا کم داد میگه حتما صلاح همینه دیگه، اگه زیاد داد میگه صلاحه. ولی بشر اننو بتخ بلوهیم میتلل الاتوا، ولی کسی که اتکا نداره به خدا، وقتی که خوبی میاد ظاهرا افتخار میکنه، خوشحاله از خوبی، که موشن مر که هیلل راشا التعبت نفشو و بطسه برخ نیت ادونای. بعدنم اینی که خوشحاله و اینها، از کی خوشحاله؟ از خودش راضیه و ستایش و متح خودش ها میکنه، میگه ببین من چقدر باهوش بودم،
که تونستم این معامله رو بکنم. این تلاش من بود. همونطور که تو آیه میگه که انسان شریر که به خودش و به عقلش و به سعیش اتکا میکنه نه به خدا، اون مدح و ستایش خودش رو میکنه که موفق شده، که اون چیزی که طالبش بوده را به دست آورده. و پیش خودش میگه کسی نیست که جلودار من باشه، من هر کاری بخوام میتونم بکنم. بعد همچین آدمی، مثلا آدم های دزد و شریر و اینها رم، اونا رم تحسین میکنه و اینطوری داره کفر میگه، برای اینکه فکر میکنه که خدا نمیتونه حق یکی از کسی که ناحق گرفته بگیره. برای اینکه همه ذهن این آدم اینه که خودش بر همه چیز مسلطه، کسی جلودارش نیست. بعد خدای نکرده امید کتسف به الهی ملارا، ولی اگه یه چیزی بد بشه میگه خدا کرده، اگه خوب بشه میگه من کرده، هر چیزی که بد میشه و کم میشه میگه خدا کرده. که موش نمر و آیا کیر عف وید کتسف و کیلل به ملکو و به لها و پانال مالا. میگه وقتی که مثلا گشنه بشه، بعد خدای نکرده عصبانی میشه و شروع میکنه بدگویی از پادشاهش و خدایش، بدیا را همه نسبت میده به خدا، خوبیا را به خودش. این فرق یک انسان متوکل و انسانی که توکلش به خودشه و سعی و کوشش خودش. اون یکی تو همه موقعیت ها راضیه، برای اینکه میدونه هم خوبی از جانب خدای، هم بدی از جانب خدای، و آدرس از یه جای، و آدرس از یه جای امنه، از یه شخص امینه، عاقله، عادله. پس فرقی نمیکنه هر کاری میکنه درسته. این یکی فکر میکنه که نه، هر کاری که موفق خودش کرده، هر کاری که نمیشه از جانب خدای. این فرق بین اینو اینه.